عرض کنم که ببینید، مهمترین سوال اینه که من تو حرف شما پریدم جسارتا، به این خاطر که من اساسا بحثم این نیست که آینده چه میشه. در مورد اینکه آینده چی میشه باید پیشگویی کنیم دیگه، من که پیشگو نیستم. من دارم در مورد ابزار صحبت میکنم. ما هدفمون از حضور در قدرت تغییر دیگه، لااقل ما به این نتیجه رسیدیم که حکومت با روش فعلی فارغ از خودش به مردمش آسیب میزنه، به کشور آسیب میزنه، داره سرمایه های کشور رو نابود میکنه و از بین میبره. ما برای تغییر داریم میریم تو دولت، یعنی داریم میریم به قدرت، از مردم دعوت میکنیم برای تغییر، میگیم بیایید رأی بدید که تغییر حاصل بشه. بخش عمده ای از مردم از تغییر ناامید شدن، تغییر در چارچوب جمهوری اسلامی ناامید شدن که خیلی بده. من دوست داشتم امکان اصلاح در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشه، در چارچوب جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. سالها به خاطرش تلاش کردم، موضوع از توی زندان برای انتخابات تلاش کردم، از بیرون زندان تلاش کردم، تو همه ستاد لاغر شما شاهد بودید. اما امروز میخوام به یک چشمنداز برای آینده بگم که چه وضعیتی داریم. ما که از امروز متولد نشده فضای سیاسی کشور، ما از یک دولت رادیکال اصلاح طلب دموکراسی خواه شروع کردیم در سال 76. 84 حالا اون اتفاقات افتاده. 88 با میرحسین موسوی نخست وزیر امام تلاشمون رو ادامه دادیم، به اون نتایج رسید. نخست وزیر امام الان 15 ساله توی حصر، توی زندانه و شرایط حتی زندان رو هم نداره. یعنی زندان، ما تو زندان 100 نفر رو ملاقات میکردیم، این دو نفر به جز خانوادهشون هیچ کسی نمیتونن ملاقات کنن. 92 به کسی رأی دادیم که 16 سال منصوب مقام رهبری بوده برای امنیتی ترین لایه های سیاسی این کشور، گفتیم بذارید کسی باشه که تعامل داشته باشه. ما در 76 از اصول ما تندروی کردیم، پذیرفتیم، تندروی کردیم. 88 تندروی کردیم، بیایید بپذیریم یکی از آقای از اون طرف بیاد. پذیرفتیم با اون که آقای هاشمی حتی رد صلاحیت شد. سال 94، من اگه تاریخ اشتباه میگم مجلس خبرگان 94 بود، خبرگان و مجلس با هم بود، بله. سال 94 لیست آقای هاشمی، آقای ریشهری و آقای نمیدونم فلان و بیسار رأی دادیم، گفتیم بذاریم تغییر از طریق نشون دادن صدامون برای رفتن آقای جنتی باشه، که همون آوردن برای لجبازی مردم گذاشتن رئیس مجلس خبرگان. گذشت. سال 96 مجددن امتحان کردیم. 98 به اسم مجلس امید وارد 96 به اسم مجلس امید وارد انتخابات شدیم، از آدمایی که اصلا نمیشناختیم. 94 مجلس امید، 94 روز میخوام، 94 آدمایی رو رأی دادیم تو مجلس که اسمشون هم نمیدونستیم، فقط با یک تکرار آقای خاتمی رفتیم رأی دادیم. آدمایی که نه فقط ما اونا رو نمیشناختیم، خودشون هم فضای سیاسی رو نمیشنیدن. یعنی خاطرات خندداری از اون موقع هممون داریم دیگه، خبرنگار زنگ میزد به فلان خانم نماینده که نظر در مورد فلان سوال چیه، میگه من اطلاعی ندارم، گوشی میده به خانم شوهرش، یا مثلا خانم فلانی یا آقای فلانی عضو لیست امید بود، منتخب جبهه اصلاحات بود، اومده بود میگفت جبهه چه، حزب اصلاحات کیه رئیسش، من میخوام برم با حزب اصلاحات صحبت کنم. اصلا نمیدونم، هیچ تصوری از فضای سیاسی کشور نداشتن. ولی باز هم گفتیم باشه، ما آقای نماینده هایی که داشتیم درجه یک و دو و سه مونو خونه نشین میکنیم، بذارید رتبه هایی دارم هفتم هشتم بیان، بیان بلکه بتونن تغییر ایجاد کنن، بلکه نظام به این نتیجه برسه که تعامل بکنه و اجازه بده تغییرات انجام بشه. 1403 روز اول 1111 نیست، ما اون روها رو رفتیم. امروز اگر رفتیم به مردم گفتیم آقا شما به عنوان آخرین راه امیدتون بیاید و جمهوری اسلامی رو، نه خود جمهوری اسلامی رو لزومن، لایه اقتدارگراش رو از تله در بیارید، از چالهی که توش افتاده در بیارید، ما میخوایم بریم تغییر ایجاد کنیم. این شعارمونه دیگه، میگیم آقا میخوایم تغییر ایجاد کنیم.
من الان میخوام برای شما مثال بزنم. ما 5 تا بحران داریم، یه 5 تا ابر بحران داریم دیگه. من تورم و بیکاری و انرژی و آب و فساد، من همینجوری گفتم، یعنی چیز خاصی نگفتم، ده ها بحران دیگه هم هست. همین چیزایی که خیلی هم سیاسی به نظر نمیرسه. قاعدتا حاکمیت هم دوست داره که این موانع برطرف بشه، بعدش نمیاد که تورم نباشه، که بعدش نمیاد فساد رو ببره، که من که مطمئنم آقای خامنه ای و چیزش راضی به فساد در کشور نیست، اما این ساختاره داره تولید فساد میکنه. من میگم برای این 5 تا بحران شما بیاید بگید آقا این 5 تا بحران رو من میتونم 5% حل بکنم. من میام برای 5% شما توضیح میخوام، میگم بگو ابزار چیه. اگر میخوای فساد رو حل کنی باید تحریم حل کنی. چرا؟ چون FATF نیست، شفافیت مالی وجود نداره. تقریبا 90% آدمایی که با گناه یا بیگناه به خاطر پرونده های فساد تو زندانن یا بیرون، پرونده هایی که مفتوح از 91 تا الان و چون سپاهی هستن، چون فلان عضو امنیتی هستن، امکان رسیدگی به پرونده هاشون وجود نداره. تا امروز این فسادا 90% به خاطر اینه که ما با روابط با دنیا نداریم، سویف بسته است، امکان ارتباطات مالی نداریم، انتقال و نقل و انتقال پول رو سپردیم دست آدمایی که توش فساد ایجاد میشه. برای یک مثال سادهش، مثلا 14 میلیارد دلار پتروشیمی ایران تو 10 سال صادرات داشته. شاید باور نکنید که 1,600,000,000 دلارش یا یوروش مستقیما رفته تو جیب چند نفر. یعنی کل پتروشیمی ایران جنس فروخته، محصول فروخته، حساب بکنید چقدر قیمت تموم شده شه، چقدر هزینه های پرسنلی شه، چقدر سود سرمایه گذاری شه، سود استهلاک شه. 1,600,000,000 فقط یک مجموعه خورده. تنها دلیلش این بوده که این پول باید به چه صورتی به ایران می اومده. این صورته چون وجود نداشته، هر فسادی توش امکان پذیر بود. آیا به این فساد میشه رسیدگی کرد؟ خیر. نفر اول فساد همون روز اول از تو زندان میره، چون برادرش فلان کسکه. نفر دوم، سوم، چهارمش کجان الان؟ همشون یه 4 سال، 2 سال، 3 سال زندان بودن بدون اینکه یک ریال پرداخت بکنن از پول بیت المال رو، پول مردم بدبخت رو، حتی به قیمت اون روز. اعاده دادرسیشون پذیرفته میشه تو قوه قضاییه، پرونده مختومه میشه، به نال مختومه به معنای پایان، بی سر و صدا همشون بیرون زندان هم. هر کدومشون که تونستن به یک بخشی از قدرت وصل بشن از زندان اومدن بیرون. و البته از نظر من اونها مقصر نیستن، مقصر اول نیست. مقصر اول ساختاریه که این پول رو تو چمدون میده در اختیار یه آدمی و با خودش ببره و بیاره، معلومه که توش فساد در میاد. فکر کنید الان چای دبش چه اتفاقی افتاده که تبدیل به فساد شده. ببین اون چیزی که بابت فساد میشه تحریمه. آیا آقای پزشکان میتونه برای تحریم بدون اجازه کاری انجام بده؟ ابزارشو داره. خیر. برای اقتصاد، برای تورم، برای بیکاری میخواد تلاش بکنه. حداقل 50% اقتصاد دولتی ایران، یعنی همین که میگن دیگه، مثلا میگه 70% اقتصاد ایران دولتیه، 30% خصوصی. حالا چقدر اون خصوصیه واقعا خصوصی رو کار نداره. از اون 70% حداقل 35%، 40%ش در اختیار نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه. دولت میتونه کوچکترین کاری با اینا بکنه؟ میتونه حتی به طرفشون بره؟ خیر، نمیتونه بره. پل میخواد بسازه، قرارگاه فلان باید بسازه. نمیدونم زیرگذر میخواد بسازه، قرارگاه فلان میخواد بسازه. سریال میخواد بسازه، باید سازمان اوج بسازه. اگر غیر اوج بسازه، پدرشو در میارن، کارگردان و فیلمبردار که برام دارن میبرن تو زندان، پدرشو در میارن 5 سال 6 سال نگهش. نمیتونه. میخواد در مورد تورم تصمیم بگیره، چند درصد نفوذ داره رو بانکا. آقای دولت آقای روحانی به خاطر این نیست که سال 96 تو خیابون مردم اومدن
دوچار شکست شد. خیر، جایی بود که به خاطر فشاری که بهش آوردن مجبور شد 70,000 میلیارد تومان بدهی بانک‌ها رو بده، بانک‌های نظامی رو پرداخت بکنه. میدونی یعنی چقدر؟ یعنی با دلار 3,000 تومان یعنی 20 میلیارد دلار. حالا نمیدونم عددو اگر اشتباه میکنم بگید، یعنی نزدیک به 20 میلیارد دلار هزینه ضرر و زیان بانک‌های نظامی رو داد. از کجا داد این پولو؟ یه جوری در مورد دولت احمدی نژاد و دولت روحانی میگید انگار اینکه تاریخ اصلا امروز تموم شده. کل دوران آقای روحانی، آقای اگه میخوای دولت اول آقای روحانی رو مقایسه کنیم با دولت اول آقای احمدی نژاد مقایسه کن، من که تکلیفم با احمدی نژاد معلومه که از نظر من عامل اصلی، از نظر من جاسوس موساد ایشون، از نظر من اگر قرار بود موساد در ایران یک جاسوس داشته باشه، از نظر من هیچ آدمی مفیدتر از آقای احمدی نژاد نبوده. ولی اینجوری که محاسبه نمی کنن که دولت آقای روحان، آقای احمدی نژاد دلار رو نهایتاً 4 برابر کرده، 5 برابر کرده، یعنی از 700-800 تومان که تحویل گرفته تا 3.5-4 که تحویل داده، نهایتاً 4 برابر کرده، 4.5 نه 5 برابر کرده. دولت محبوب من و شما دولت نفت بنزین رو 6 برابر که 7 برابر تحویل داده، قیمت دلار رو با چه سنجه اقتصادی میگی؟ دولت احمدی نژاد تحریم بوده سال 88 به بعد، دولت روحانی حمایت همه ما رو داشته، حمایت داخلی داشته. اساساً داریم در مورد چیزی حرف میزنیم، نهادی حرف میزنیم که همه اختیارات ازش سلب شده. درست یا غلط، ما در سالهای اخیر به دلیل اینکه از مواضع مختلفمون عقب نشینی کردیم و حاضر شدیم با استراتژی روزنه‌گشایی، فارغ از اینکه شما روزنه‌گشا هستی یا نیستی، روزنه‌گشایی استراتژی داره، میگه من هستم تحت هر شرایطی. شما به حاکمیت چک سفید امضا دادید، هستید تحت هر شرایطی، فقط کافیه بلا نسبت شما، بلا نسبت همه دوستان، یه مسئله دیگه، منم چون آقای حاتم قادر این مسئله زده، من به عنوان جسارت نمیم، میگه برای یه ارزنی که پاشیدن این همه پرنده بلند نمیشه. آخه الان ما وارد یک بازی شدیم، حاضر شدیم در انتخاباتی شرکت بکنیم که جمهوری اسلامی قسمت اقتدارگراش، حداقل که از نظر من ساختار جمهوری اسلامی اقتدارگراست نه بخشیش، ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. شما وارد انتخاباتی شدید که باعث شد که 40% رأی مردم تبدیل به 50% رأی بشه تو مرحله دوم. چنان ترسوندید که گویی که آقا اگر آقای جلیلی بیاد مثلا یک لولوی قرار از در بیاد تو، که ما نداشتیم، ما این لولو رو زمان آقای روحانی هم داشتیم. آقای روحانی در عرض 3 روز دولتش 300 نفر رو حداقل کشته، حداقل، یعنی آمار رسمی دولت 350 نفره. در فرض محال من این آمار رو میپذیرم، 3 روزه 350 نفر رو کشته. دولت رئیسی 6 ماه 600 نفر رو کشته، به ازای هر 1 ماه 1 روزه دولت روحانی کشته. تازه دولت آقای رئیسی شرف داشت یه جایی خودشو کشید کنار، گفت به من ربطی نداره، کل حکومت یه دونه کشته رو گردن نگیره. به راحتی 300 نفر رو کشتن، گفت به پاشون نزدم، به سرشون هم زدم. یه دونه از دوستان اصلاح طلب ما، اصلاح طلب منظورم بچهای اتحاد نیست، و همین آقایونی که اسمشون، یکیشون اعتراض نکرد. آقای بهزاد نبوی اومد توی حزب اتحاد نشست، گفت خیلی هم کشته نشدم. انتظار داشت مثلا تو تهران 15,000 نفر کشته بشن تا دلش خنک شه که این همه آدم کشته شده. اصلا این چه حرفیه که ما اینا رو با هم مقایسه کنیم؟ ما تا امروز یک سرمایه اجتماعی تو این 3 سال جمع کردیم. 2 دقیقه آقای. یه سرمایه اجتماعی جمع کردیم باعث شد که بتونیم آمار انتخابات رو به 40% برسونیم.
من هر وقت امکانش بود توضیح میدم که این 40% کجا به کار میاد و کجا قراره ازش استفاده. یادداشت کنید، فراموش نکنید. چون من یه سوالی از شما دارم در مورد حوزه اختیارات که میتواند ابزارهایش چیست. آقای روحانی و قضیه کرونا رو دوست دارم شما یه اشاره‌ای بکنید بهش. جناب استاد بفرمایید واقعا پاسخ ایشون رو شما بدید. ضمن اینکه واقعا من چیزایی که حرفایی که زد به عنوان کسی که رأی دادم الان دارم فکر میکنم بهش، همینه امکانات و ابزار رئیس جمهور چیست با توجه به اینکه حتی در انتخاب وزرا هم دیگه حوزه در واقع نهادهای قدرت به جایی رسیده که این وزیر ارشاد، وزیر راه، وزیر خیابون، وزیر کوچه هم باید تایید بشن از یه جایی. خیلی ممنون از جناب علی و آقای محمودیان و از صراحت لهجهشون هم واقعا تشکر میکنم، چون هر چقدر ایشون سریعتر و شفافتر سوال بپرسن ما مجبور میشیم سریعتر و شفافتر پاسخ بدیم. ببینید این که میفرمایید حوزه اختیارات و حوزه در واقع دایره عمل رئیس جمهور کجاست و آیا اساسا آقای پزشکیان توان این که تغییر معنادار و ملموس ایجاد بکنه یا نکنه چطوری داره این توان رو یا نه، این واقعیتش این است که به لحاظ ساختاری و به لحاظ روی کاغذ رئیس جمهور داره اختیارات ممتازیه در ساختار در واقع حاکمیتی جمهوری اسلامی، اما بنا به چه همینا رو هم توضیح بدیم بدونیم چیه، چون از من تو این ساختار اونم نداره. حالا توضیح میدم، اما بنا به در واقع تیپ شخصیتی و در واقع منش مدیریتی کسانی که در این جایگاه قرار میگیرن، یعنی از آقای خاتمی بگیریم تا مثلا آقای احمدی نژاد، آقای روحانی و آقای شهید رئیسی و آقای پزشکیان، طبعا استفادهشون از این اختیارات و تعاملشون با در واقع بقیه دستگاه ها متفاوته. ببینید آقای خاتمی در دوره دومشون به جایی رسیدن که لوایح دوقلو رو بردن توی مجلس که یکیش در واقع ناظر به اختیارات تکلیف حدود و ثغور اختیارات رئیس جمهور بود. آقای احمدی نژاد نشون داد که اتفاقا رئیس جمهور میتونه خیلی کارا بکنه که اساسا دیگران حتی مثلا فرض کنیم به اون حوزه ها خیلی هاشون حتی نزدیک هم نمیشدن. این هم لزوما اتفاق خوبی من نمیدونم، یعنی ببینید ایشون مثلا فرض کنید رفت وزیر اطلاعات رو در واقع به استعفا کشوند، بعد رفت خودش سرپرست وایساد مثلا یه مدتی اصلا وزارت اطلاعات خودش اداره کرد، اصلا جایگزین هم معرفی نکرد. ایشون سال 1390 اگه درست خاطرم باشه 11 روز رفت خونه نشست، گفت آقا من اصلا اینجوری اداره نمی کنم. ببین بالاخره اختیارات دیگه طرف داره از این اختیاراتش استفاده میکنه دیگه، حالا یک کسی مثل احمد نژاد میکنه، یک کسی مثل خاتمی نمیکنه. آقای رئیسی هم همینطور، ایشون هم بالاخره نوع تعامل و نحوه در واقع نگاهش به تعامل با دستگاه‌های دیگر حاکمیتی طور به جاهایی رسید که ما در واقع میشه گفتش که فراتر از خیلی از دولت‌های قبل و حتی شاید بعد از خودش تونستن برای مجموعه در واقع دولت اختیارات کسب بکنن و بتونن یه جاهایی یه کارایی بکنن که دیگران نکردن. آقای پزشکیان به نظر من یه هندونه دربسته است، از الان نباید قضاوت کنیم که آیا او اصلا اختیار رو دارد یا ندارد یا تعامل میتواند بکند یا نمیتواند بکند. ببین شما تو همین چند روز نگاه بکنی بالاخره نوع تعاملات ایشون با رأس نظام رو نگاه بکنی، خب ما نمونه شد به نظر من نه در دولت های اصلاح طلب و نه در اصولگرا نداشتیم. شما اصلا به قضیه اینجوری نگاه کنیم، فرض کنیم رأس حاکمیت نظام و رأس هرم قدرت خودش به این نتیجه رسیده که بعضی از رویکردهاش در ادوار گذشته در واقع باید اصلاح بشه و این یه فرصته برای در واقع آقای دکتر پزشکیان که از خلال این فرایند تعاملی و از خلال این در واقع قصد حاکمیت برای اصلاح بیاد یه معبرهایی رو بازگشایی بکنه برای اصلاح امور که شاید ما قبلش اصلا خیلی هاشو تجربه نکردیم، یعنی نه در ساختار حقوقی و نه در ساختار حقیقی قدرت نمونهش شاید وجود نداشته باشه، از جملهش همین راجع به بحث کابینه. ببینید شما فرمودید قبلا اینطوری بود که مثلا فرض کن می‌بردن مثلا 4 تا 5 تا وزارتخونه رو با
رأس حاکمیت هماهنگ می‌کردن، بقیه رو دیگه به سلیقه خودشون با حالا مسائلی که با مجلس داشتن. ولی ای بسا آقای پزشکیان این مسیر رو اتفاقا ببره به سمتی که اون کابینه در واقع مطلوب خودش رو با افزایش تعامل بنشونه، نه با دعوا. یعنی نخواد مثلا فرض کنید شبیه آقای احمدی نژاد که توی کابینه دومش عملا یه کابینه کامل عوض شد. یعنی کار به جایی رسید که مثلا دولت دیگه به مرز در واقع رأی اعتماد مجدد برای کلیت دولت رسید. شما میدونید که از یه تعدادی بیشتر وقتی وزیر در میان دوره عوض میشه باید برای کلیت دولت هم دوباره رأی اعتماد بگیره. دیگه به اون یکی دوتای آخر که رسیده بود، همین اتفاق شبیهش در دولت آقای رئیسی هم اتفاق افتاد. یعنی علارغم این که ما فکر میکردیم خب بالاخره حاکمیت یک دسته و اینا با هم دیگه مسائل رو خیلی حل کردن، ولی دیدیم که چندین و چند وزیر بالاخره هم وسط دوره جابجا شدن و اتفاقاتی افتاد. من احساسم این است که بله، این که مثلا از بخوایم یه سوپرمن مثلا تصور بکنیم که آقای پزشکیان آمده و بحران‌های ناترازی آب، انرژی، تورم، بیکاری، فساد همه اینا رو می‌خواد یه جا حل بکنه، نه، به نظر من اصلا خواب و خیاله و نباید همچین فضایی رو برای در واقع مردم اساسا تصویر بکنیم که بعد وقتی دسترسی پیدا نکردیم دوباره نگران بشن. ولی حالا بیایم به اون فضای در واقع ناجمهوری و نامشارکت و ناانتخاباتی که مثلا بین 1400 تا 1403 وجود داشتن مراجعه بکنیم، ببینیم خب اگر ما مثلا فرض کنیم وارد انتخابات نشدیم و دیگران اومدن چه اتفاقاتی افتاد. اپوزیسیون نشون دادن که به هیچ وجه نه صلاحیت و نه حتی دلسوزی و نه حتی کوچکترین در واقع اراده‌ای برای اینکه بخوان به نفع و صلاح مردم کاری انجام بدن ندارن. از گدایی در نظر من از گدایی در به پارلمان‌های غربی بگیر تا توصیه به در واقع تحریم، توصیه به حمله، توصیه به جنگ، از مثلا فرض کنید عرض به حضور شما ملاقات با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران و ایران، اصلا شما فاز جمهوری اسلامی بذار کنار، اسرائیل با کلیت حاکمیت در واقع تمامیت ارضی ما مشکل داره و نشون داده این رو. رفتن پشت درب در واقع سالن‌های ملاقات با همین آقای نتانیاهو که دیگه امروز منفورترین شخصیت در واقع سیاسی در بی سرزمین ترین دولت دنیا و کی رفت پشت در آقای نتانیاهو؟ رضا پهلوی در بی سرزمین ترین دولت دنیا و بی آبروترین در واقع نخست وزیر دنیا، ایشون رفت پشت درش وایساد که روی صندلی بدون دسته مثلا 4 دقیقه باش ملاقات کنه و خبرش. ببین اینان اپوزیسیون ما، اینان یا اون مثلا فرض کن اپوزیسیونی که دوست دارید ببینید. حالا اجازه بده من الان نوبت منه دیگه، دوست دارم ببینم چیه، چشام داره میبینه دیگه، شما هم میبینید، شما هم داری میبینی، حالا بقیه‌اش هم دونه دونه برات میگم. یا در واقع اون کسی که جسد معاشه در واقع اینجوری بگیم و از کوچکترین خلاصه اتفاقاتی که منجر به کشته شدن مردم ایران میشه استقبال میکنه فقط برای اینکه خودشو در دید رسانه‌ها و پروژه بگیر و فاند بگیر در واقع پارلمان اروپا، دولت امریکا، رژیم صهیونیستی و الی آخر. یا اون کسی که به هر دلیلی داغدار شده، کمان که خیلی از مردم ایران هم داغدار شدن. این همه ما به قول خود فرمایش شما مثلا 1500 تا کشته داشتیم مثلا تو آبان 98، تو نمیدونم هواپیمای اوکراینی 176 نفر، هیچ کدوم اینا نیومدن بگن که آقا مثلا به دولت‌های غربی بگن که آقا بیاید ایران رو بزنید تحریم کنید، فشار بیارید که اینا زودتر مثلا سرنگون بشن، بعد یه دولتی بیاد که اون بهشون تامین کننده منافع مردم ایران بشه. اما مثلا فرض کنید یک نفر از این خانواده‌های در واقع هواپیمای اوکراینی که حالا در واقع دندانپزشک هم هست و قبلش هم کتاب‌هاش در دولت آقای احمدی نژاد مجوز می‌گرفت و چاپ می‌شد، رمان نویس هم هست، ایشون یه دفعه اومد وسط سردمدار شد، مثلا 70 80 هزار نفر هم تو برلین تو تظاهرات جمع کرد که علیه مثلا جمهوری اسلامی حرف بزنه و تهش مثلا آخرش چی شد؟ آخرش گفتش که آقا من از دولت‌های خارجی می‌خوام که مثلا زودتر به ایران فشار بیارن، تحریم‌ها رو پیچیده‌تر کنن و و و الی آخر که بتونیم مثلا چنج رژیم اتفاق بیفته. اپوزیسیون نشون داد توی همین دو سه سال بعد از حالا داستانای در واقع 1401 و در ادامه و روندی که پیش رفت، نشون داد که
نه تنها کوچکترین صلاحیتی برای تعیین تکلیف کلان حاکمیتی و سیاسی برای مردم ایران نداره، کوچکترین دلسوزی نداره، بلکه اتفاقا هر کدوم حاضرن در واقع این عنوان رو با خودشون حمل بکنن برای تامین منافع شخصی خودشون. حالا عرضم خلاصه میکنم. حالا این وسط یه آدم دلسوز، یه پول پروفسور استاد دانشگاه جراحی قلبی که 5 دورم نماینده مجلس بوده، دوره آقای خاتمی هم وزیر بهداشت بوده و همیشه بالاخره تو جنگ تو جبهه هم بوده، توی عرضم به حضور شما که تو همون ما بهش رنگ دادی. حالا بذار برای توضیح آقا من یه دقیقه وقت دارم، بذار وقتم استفاده کنم. در وقایع 78 دانشگاه تبریز 18 تیر دانشگاه تهران شلوغ شد، 20 تیر 78 ما تو دانشگاه تبریز انجمن اسلامی بودیم، داشتیم از بچه انصار حزب الله کتک می‌خوردیم. آقای پزشکیان اون موقع رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود، دانشگاه تهران علوم پزشکی به هم چسبیده است، دانشگاه تبریز علوم پزشکی به هم چسبیده است. اون موقع که ما داشتیم از بچه انصار حزب الله کتک می‌خوردیم، همین آقای دکتر پزشکیان بین ما و اونا حائل شده بود و کتک خورد از دستش. یه همچین آدمی حالا اومده وسط میگه آقا من میخوام بیام تمام این بحران‌ها رو با صداقت، با در واقع مراجعه به آرای عمومی، با جلب حمایت همه نهادهای در واقع درگیر در حکومت و اون کسانی که حالا به هر حال به قول شما ابزار دست اوناست، ابزار بگیم دست دولت نیست، من میخوام برم با همه اینا تعامل کنم، بیام مشکلات حل کنم. من به عنوان در واقع یه اصلاح طلب به او بیشتر اعتماد میکنم تا اون کسانی که ادعای این که مثلا با رأی ندادن میخوان مسائل مشکلات کشور رو حل بکنن. نسخهشون چیه؟ نسخهشون همون اتفاقاتی که از 1400 تا 1403 افتاد دیگه. من دارم این در واقع تغییر رو به رسمیت میشناسم و میگم آقای پزشکیان رو یاری میکنیم که این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق افتاد که فب حل مراد مشکل همه مردم حل میشه، اگر این اتفاق نیفتاد من بیعتم از آقای پزشکیان پس میگیرم. اصلا اینطوری نیست که من قرار باشه تا 4 سال به ایشون فرصت بدم که مثلا این مسائل حل کنه. اگه تو این مسیر حرکت نکنه خود ما اولین نفر در واقع منتقد ایشون خواهیم. تشکر جناب آقای یزن. سری های قبل ما 15 دقیقه بود 17 دقیقه بود، الان میخوام که چون امیر خان شروع کننده بود از الان 10 دقیقه من حساب کردم شما 10 دقیقه صحبت کنید. یه سوال فقط من دارم، فرمودید که این حرکت، این اقدام شما یک قدم ها رو به عقب برد، یعنی یه روندی بود، اون رونده چی بود که قرار بود به کجا قرار بود بریم که اون ما رو متوقف کرد؟ حالا اگه سرعت مقدمه اولا توضیح بدم که این بخش احساسی حرف شما که یه مرد شریفی از یه اسب سفیدی داره میاد که انشالله بتونه شاید نجاتمون بده، جسارتاً تو حوزه سیاست شوخیه. توضیح دادم که اینجوری نیست. نه حالا نجاتمون نه. نه بر انتظارات. نظر رو بیشتر تحقق بشیم. مثلا هر چیزی. همون چیزای کوچولو حد دقیق. جسارتاً تو حوزه سیاست شوخیه. شما یا باید بگی که من به ایشون رأی میدم، اصلا مهم نیست مشکل رو حل بکنه یا نه. ببین هر جای دنیایی من امروز من به خودم که اطمینان دارم از این جمع نمایندگی میگیرم که آقا من قول میدم که تو این آپارتمان هزینه شارژ رو کاهش بدم. خب اینا به این دلیل این واحدا به من رأی میدن که من برم این کار انجام بدم. طبیعتا اینجوریه که اونایی که پول میگیرن بابت شارژ اینجا که نشستن بذارن من کارمو بکنم، که تیم فوتبال دیگه، من تیم فوتبالمو آموزش میدم میره تو مسابقه بین‌المللی میبازه، باختن بخشی از اون تلاش است، میره دوم میشه، میره پنجم میشه. شما باید بگی که تیم فوتبال فرستادی اونجا، تمرینشو کردی، دروازه‌بان براش گذاشتی، دفاع گذاشتی، هافک گذاشتی، فوروارد گذاشتی، زمین چمن داری، توپم داری، من تیم فوتبال رو دارم، دارم میرم، مربیم گذاشتم، دارن تلاش کردن، تمرین کردن، رفتیم اونجا باختیم. این باختن بخشی از اون پروژه تلاشه، امکان داره ببازه چون بقیه تیم هم تلاش کردن. یعنی اینجوری نیست که مثلا یگان نظامی که نیروی نظامی که 100,000 میلیارد تومان فقط گردش مالی فسادش تو یه پرونده آقای عیسی شریفیه اجازه بده که مثلا آقای نجفی بره اونجا بشینه شهردار بشه. که من برای مثال بگم یه قرارگاهی هست، یه پارکی هست به نام پارک میرحسینی، پشت پارک چیتگره، پشت پارک جنگلی چیتگره، این بزرگترین و با امکانات ترین پارک شهری ایرانه و
و تو خیلی از جاهای دنیا همچین پارکی وجود نداره. روزی که آقای نجفی شد شهردار، همون شب سپاه رفت داخلش، دراشو بست، گفت اینجا مال منه دیگه، خالیش نمیکنم. با کلی امکانات، یعنی 700 تا زمین مال شهرداری و شهرداری، گفت جای بدهیش. شب اونم رفتن کارو تموم کردن. ما اون موقع آقای از دوستان خودمون توی شورای شهر بود. آره من نظری؟ چون موضوع رو میدونستم، هم حجت هم اعلا، رفتم پیششون گفتم آقا این همچی اتفاقی تو اونجا افتاده، یک بریم باز. این دوستان بلند شدن اومدن اونجا اتفاقا، یعنی میخوام بگم پیگیر بودن، بلند شدن اومدن جلوی در میرحسینی، گفت من عضو شورای شهر تهرانم، گفت هر کی میخوای باش برو خونتون. حتی راه ندادن دم درش، واسه ماشینشو پارک کن. گفتن میخوای بیا برو ماشین تو اون طرف پارک کن، پیاده بیا اینجا. اصلا موضوع فرد نیست، موضوع این نیست که پزشکیان آدم خوبیه یا بدیه. کی گفته پزشکیان آدم بدیه؟ اتفاقا پزشکیان همین اندازه که دروغ نگفت، خیلی صادقانه اومد تو تلویزیون نشست که بابا هر کی اومده تو ستاد من برای خودش اومده، هر کی از من حمایت کرده خودش اومده. گفت برای چی راهشون دادی؟ گفت من میخوام رأی بگیرم. خیلی صادقانه گفت، گفت هر کی اومده تو این ستاد، هر کی برای من تبلیغ کرده، هر کی برای من حرف زده، من برای اینکه رأی بگیرم باش پیمان بست. من از فردا میخوام برم این کارو بکنم. به نظر من خیلی صادقانه است. دمش هم گرم، دستش هم در سابقه اش هم نشون میده اون جایی که اصولش متفاوته حرفشو زده، کاری نکرده، ولی رو حرفش در همون حد حرف زدن باقی مونده و مونده. یه آدم بی آزاری بوده که تو این 4-5 تا نمایندگی مجلس هم هیچ آزار نرسونده دیگه. شما وقتی مثلا متعری رد صلاحیت میشه با هزار تا بله و نله تایید صلاحیت میشه، طبیعیه که آقای بزشان خیلی آزار آنچنانی نداشته واسه حاکمیت. حالا دو تا سخنرانی هم کرده تایید شده، دمش هم گرم. الان هم که اومده دستش درد نکنه. شما باید توضیح بدید هر کسی که گفته به آقای بزشان رأی بدید. امروز نمیتونه بگه من بیعتمو برمیدارم. چیه؟ تو مسئول عمل کرده به آقای بزشانی، بیعتمو برمیداری چیه؟ من اگر آقای پزشکیان موفق نشه، من همه تل آرزو مینه دعا میکنم صبح و شب که ایشون پیروز بشه، بتونه حد اقلالی رو به دست بیاره. ولی اگر نیاره فردا یقه تو رو ول نمیکنم. تو فعال سیاسی بیعت یعنی چی؟ حزب اتحاد دبیرکلش مصاحبه توییت میزنه، ما به عنوان یک کنشگر اجتماعی میشینیم نگاه میکنیم. کنشگر اجتماعی که چنده؟ یعنی چی؟ شما مسئولیت 0 تا 100 عملکرد آقای پزشکیان رو دارید، نه فقط آقای پزشکیان، هر یه آدمی که تو خیابون خون از گلوش دماغش بیاد بیرون مسئولش حزب اتحاده. حزب اتحاد به عنوان بزرگترین حزب اصلاح طلب که ادعاش اینه که من جبهه اصلاحاتو میتونم مهندسی بکنم، از آقای پزشکیان حمایت کرده. جبهه اصلاحات از آقای پزشکیان حمایت کرده. اصلا نه نیابتی محسوب میشه، با اون که گفته من اصلاح طلب نیستم، نه قرضی حساب میشه، نه شما کنشگر اجتماعی هستید برید بیعتتون رو بردارید. دارید شوخی میکنید؟ شما مسئول عمل کرده دولت پزشکیان هستید. هر اتفاقی که در این دولت بیفته شما دونه به دونه باید پاسخ بدید. مسئولیت نداریم چه؟ اما اون اتفاقی که شما به هم زدید، یعنی موضوع سوال شما، آره واقعا به عقب برگردن شما میگید، آره قدم عقب برگشتید. واقعیتش این که جامعه ایران، ببین من اولا در مورد تایید صلاحیت آقای پزشکیان بگم. شما میدونید دیگه آقای پزشکیان دوره اینو که در حد یک دقیقه بگید، چون دور بعد باید بگید در حد یک دقیقه چیزی در حد یک دقیقه میدونید دیگه. تایید صلاحیت آقای پزشکیان در مجلس رد صلاحیت شد، حالا با تک ماده و آقا گفته و خانم گفتن صلاحیتشون تایید شد و وارد مجلس شد. یعنی شما با کاندیدای روبرو هستید که در سال 1402 رد صلاحیت شده، از این طرف در 403 با کاندیدای روبرو هستید که نه به عنوان آدم مستقل، به عنوان پیش شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات انتخاب شده. من اجازه میخوام اگر آقا امیر اجازه من 5 دقیقه اینو توضیح بدم، بعد آقا امیر صاحب من اینو توضیح بدم چون میمونه بس بریم اینو دور بعد اگه آه باش. آره من دقیقه رو نگا، آره این خیلی طولانی میشه هم شخص بفرمایید همین در واقع من مسئله که مطرح کردن واقعا شوخی میکنین شما این که بفرمایید مسئولیت در واقع ما
از آقای پزشکیان، یعنی مسئله پزشکیان با ماست که خب خانم منصوری به عنوان دبیر کل اتحاد و رئیس جبهه اصلاحات ایشون توییت زد گفتش که آقای پزشکیان بیش و پیش از شما ما رو مسئول میدونن و ما از در واقع جلوتر از شما، ما باید نسبت به عمل کرده شما پاسخگو باشیم، پس ما اینو پذیرفتیم. یعنی به هر حال شما وقتی یه گزینه ای رو بعد از اینکه فشار اومد آره به مردم معرفی میکنید، اینطوری نیست که مثلا بگی خب حالا این فردا دیگه حالا مثلا تیمش مثلا مورد تایید من نبود یا هر چیز دیگه پس من مسئولیتی ندارم. نه، ما مسئولیت خودمون رو به رسمیت میشناسیم. اما اینکه حالا گفتید حزب اتحاد جبهه اصلاحات معرفی میکنید، نه که به نظر من خیلی اینم میشه شوخیه، یعنی همون شبیه هم شوخی که شما اولش گفتی، اینم یه شوخیه. ببین مسائل داخلی اتحاد نبودم میدونم. آره مسائل داخلی جبهه اصلاحات حالا محض ما الان اینجا نیست، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی برای اینکه بدونید آقای نظر جبهه، برای اینکه سوء تفاهم نشه، من نظر جبهه اصلاحات خانم منصوری حزب اتحاد نگفتم، دوستان کارگزاران و ندا و منم چه نظری دارم، دوستان میگن که خب حالا اونا میگن، اونا میگن هر چی که اونا میگن که ما نباید تکرار کنیم، نداره ما هر چی که اونا میگن تفاهم نشه، من ادعای اونا آره هر چی که اونا میگن ما نباید تکرار کنیم. شما خودت بودیم میدونی که ما تو هفت آسمون خدا تو هفت آسمون خدا یه ستاره هم نداریم. یعنی حرفایی که اون دوستان میزنن خواهشن شما دیگه تکرار نکنید. نه من گفتم ادعاشون رو. اب نداره. حالا شما اینو میگی ولی مخاطب یه جور دیگه برداشت میکنه. من اشتباه گفتم مخاطب. اما همه ما، یعنی هم دوستان کارگزاران اعتماد ملی، همه این دوستان واقعا دور هم جمع شدیم، دست به دست هم دادیم، بالاخره یک نفر رو به عنوان کاندیدا به اول در واقع مردم و ثانیاً به دستگاه حاکمیت معرفی کردیم، گفتیم آقا این در واقع کاندیدا مسئولیتش با ما، ما پشت ایشون وای میستیم، هم براش از مردم رأی میگیریم، هم تو دولت کمکش میکنیم که ایشون بتونه موفق باشه و و و الی آخر. به هر حال ایشون شده محل وفاق حکومت و مردم، یک در واقع فصل مشترک ایجاد شده، یک لولا و مفصل و محوری شده بین حالا 50% از مردم، کمتر از 50% از مردم و در واقع دستگاه حاکمیت. بیش از 50% از مردم که اصلا نپذیرفتن این تحفه رو، از ما نپذیرفتن، ما پیشنهاد دادیم اونا نپذیرفتن، اصلا نیومدن پای صندوق. اما کمتر از 50% لبیک گفتن، آمدن و حالا در یک فضای رقابتی با یک اختلاف نسبتا معنادار بهشون رأی دادن و پذیرفتن. اولا ما حق اون کسانی رو که نیامدند کاملا به رسمیت میشناسیم. مش نمیزنید؟ یعنی نه به هیچ وجه. ببین من خودم، حالا حداقل من راجع به خودم میتونم حرف بزنم، تو توییتام، تو مصاحبهام، همه جا، تو در واقع مصاحبه‌های تصویری، مصاحبه‌های صوتی، یادداشت‌ها، همه جا گفتم آقای پزشکیان حواست باشه، شما الان رئیس جمهور اون 50% که نیامدن و اون 60% که تو دور اول نیامدن هم هستی. یعنی در انتخابات، در تصمیم گیری ها، در اظهار نظرات، در همه چیز باید حواست باشه که خلاصه منویات اونا رو هم باید مد نظر داشته باشه. اختلاف نظر با آقای پزشکیان دیگه، چون آقای پزشکیان معتقد هر کسی که تشویق کرده به رأی ندادن دشمن. حالا اتفاقا ایشون حرفای دیگه هم زده توی روز تحلیف، شما به اونا اشاره نمی‌کنید. نه اون جمله‌ش نبود. همین کلامی که من الان گفتم خودش تکرار کرد. یعنی گفت آقا ما باید رأی و نظر کسانی که به هر دلیل تشخیص دادن صلاحتون صفای صندوق نیان رو هم در ریاست جمهوری دوره من باید در نظر بگیریم. گفت این کلمه هست، حالا مستند منافاتی به جمله‌ای که من گفتم نداره. حالا ما که نمی‌خوام راجع در واقع لفظ چیز نداریم، من کلیت رو دارم میگم. فعلا که ایشون هنوز عملکرد خیلی خاصی که نتونسته داشته باشه، تازه اولشه. ما فعلا رو حرفاش داریم قضاوت میکنیم دیگه. ایشون پس پذیرفته و میدونه که باید صدای بی صدایان باشه، باید صدای در واقع کسانی که به هر دلیلی صلاح دیدنستن و تشخیص دادن که پای صندوق نیان باشه. علاوه از اون ایشون بالاخره در یک رقابت شرکت کرده و در این رقابت یه برنامه‌ای مطرح کرده و رأی اعتماد مردم رو گرفته. پس باید چینش نیروهاش و رویکردهاش، جهت‌گیری‌هاش دقیقاً در راستای همون برنامه‌ای باشه که اعلام کرده. یعنی تشکیل کابینه وفاق ملی معنیش این نیست که بره مثلا فرض کنین از کمپین رقیب مثلا نیرو برداره بیاره تو وزارتخونه‌ها بچینه به عنوان وزیر. باید نظر اونها رو هم بگیره. باید مثلا فرض کنید حرفای اونا رو هم بشنوه، ولی مردم انتخاب کردن. پس در نتیجه ایشون باید کسانی رو بیاره که اتفاقا مورد اعتمادش باشن و فردا پس فردا ایشون بگه که آقا
من فلان برنامه رو دادم، این نیرو رو چیدم، مسئولیتش هم میپذیرم. نگه که آقا چون مثلا کیک آمد با ما هماهنگ نبود، نمیدونم کار پیش نرفت و الی آخر. پس ما این مسئولیت رو هم گردن ایشون میذاریم. از طرف دیگه ببین، تعاملات دستگاه حاکمیتی به دستگاه حکمرانی هم در واقع شرطه. حالا جلوتر بریم، هفته آینده، هفته‌های آینده نحوه تعاملات مجلس با ایشون رو در فرآیند رأی اعتماد هم خواهیم دید. اگر مجلس بیش از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم بخواد مت به خشخاش بذاره در واقع رأی اعتماد به همراهان و کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، معلوم میشه اون در واقع ادعاهایی که ایشون این مجلس در ولایت پذیری و امثال داره دروغ بوده، به خاطر اینکه شخص رهبری صراحتن مؤکدن به همین مجلس تأکید کرد که آقا مهمترین کار شما و اولویت شما اینه که این دولت هر چه سریعتر بیاد مستقر بشه. یعنی یه جوری در واقع پیش حمایت کرد از اون دولت که قراره بیاد مستقر بشه. این در واقع یه نوعی اون همراهی رأس دستگاه حکمرانی و حاکمیتی هست. اون چیزی که گفتم آقای پزشکیان به عنوان یکی از پیش شرط‌های موفقیتش نیاز داره. یعنی او ادعاش از روز اول این بود که من دعوا ندارم و اومدم که مسائل رو با تعامل حل بکنم. و از طرف دیگه تو حوزه خارجی ببین، بسیاری از مسائل اقتصادی ما توفیقاتش منوط به اینه که ما بتونیم مسائل خارجیمون رو حل بکنیم. خب آقای پزشکیان تو همین چند روزی که آمده در تماس‌های تلفنی که با رؤسای جمهور اروپایی و در واقع پیام‌هایی که به در واقع کشورهای مختلف از حوزه‌های در واقع تمدنی مختلف و حوزه‌های جغرافیایی و بلوک‌های مختلف قدرت، بلوک شرق، چین، روسیه و امثال هم فرستاده، به همه‌شون گفته که آقا بالاخره ما آماده تعامل با شما هستیم و می‌خوایم بیایم مشکلاتمون رو حل کنیم. حتی اون آقای مثلا انریکه مورای اروپایی اصلا پیش گفته آقا من منتظرم مثلا هر لحظه که دوباره مذاکرات رو با آقای عباس عراقچی شروع کن، اگر آقای عراقچی قرار باشه مسئولیت بپذیره. خب این بالاخره بدخواهانی هم ما در دنیا داریم که درست روز اولی که ایشون در واقع مهمان داشته در مراسم تحلیف، میان به این ترتیب مثلا فرض کنید ترور میکنن شخصیت‌های بلندپایه گروه‌های مقاومت رو خب در تهران، که این هم معنی داره هم برای تهران هم برای طرفهای خارجی ما و و و الی آخر. بماند که حالا به هر حال این بخشیش هم در واقع ناشیگری خود ما بوده. شما وقتی مثلا فرض کنید در اوج شرایط امنیتی مهمانی رو از گروه‌ها و نهضت‌های مقاومت در این سطح، مهمان بلندپایه‌ای رو میاری، بعد 4 ساعت میبریش تو برج میلاد بازدید، بعد شب میبریش تو اقامتگاه، مثلا خب آقا اصلا اگه ایشون مثلا فرض کن اومده بازدیدش کرده، خب شب برگرده بره دیگه، چرا مثلا نگرش میدارید یه جایی که 3 سال پیش مثلا شناسایی شده بوده، مثلا تو این توییتای مثلا چیز که نگاه می‌کنی میگن که اونجا مثلا شناساییش، خب آقا یه جایی رو اگه اونا 3 سال پیش شناسایی کردن، اگه مثلا فرض کنید این بنده خدا رو از برج میلاد تریس کرده باشن ببینن کجا میره، خب پیش بینی میکنن از قبل، یا با بمب جایگذاری شده یا با موشک یا هر چیز دیگه، و آبروی حیثیت ملی ما میره زیر سوال، تمام دستگاه اطلاعاتی امنیتی ما میره زیر سوال. ما با همچین شرایطی مواجهیم. آقای پزشکیان با همچین شرایطی روز اول در واقع بعد از تحلیفش شروع کرده، باید بهش فرصت بدیم. آقای محمودیان ببین، ما با در واقع چوبی که بقیه رو زدیم نمیتونیم این شروع رو هم بزنیم، باید بهش فرصت بدیم، فرصت معقول، البته با نظارت، البته با در واقع حفظ همه پرنسیب های در واقع اصول سیاسی که مکانیزم های نظارت بر عملکرد منتخب رو تایید میکنه، از جمله همین بحث کمند یا کانال یا در واقع کمیته مردمی نظارت بر دولت که از ابتکارات خود آقای پزشکیان و آقای ظریف بوده که یه در واقع کانالی هست برای ارتباطات مردمی و اون نظارتی که بعد دولت خواهند داشت هر نارسایی هر گوشه هر جا باشه منعکس میکنن و آقای پزشکیان باید پاسخ. الدنگی که الان مثلا میره پشت در نتانیاهو وای میسه، این میخواست مملکت ایران رو بهتر از جمهوری اسلامی بده. حتما وضعیت از روز بهتر. شرط بندم قسم میخورم که روزگارمون بهتر. سیاستی نداره، حالا که نشده دیگه، چیزی که نشده داره چه حرف ساختن. از الانش مرسیه دیگه مملکت. ساختار رژیم پهلوی فارغ از ساختارهای استبدادیش که از نظر من پایه و اساس مسئله مهم ایرانه و تا حل نشه بقیه مسائل حل نمیشه، حداقلش توسعه بود، حداقلش رو به توسعه بود. و اون چیزی که ما تو 40 سال اخیر داریم اینه که رهبران